بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وعجل فرج مولانا صاحب العصر و زمان پله پله تا ملاقات خدا خواهم نوشت واجه واجه در هوای مرتضا خواهم نوشت زلفقار این غزل در استوای سرخ گون تا که می رقصد نفس را بی هوا خواهم نوشت در شب قدر زمین و آدم و راز حبود از مسیر زخم شیطان زخمها خواهم نوشت از شب قدر و خروش موج طوفانی مهیب زخم اقیانوس را از ابتدا خواهم نوشت از علی از ماورای راز خلقت از علی از ماورای راز خلقت از شکوه از عروج دهر تا عرش خدا خواهم نوشت پله پله تا ملاقات عدالت از علی تا که اقیانوس جوهر هست خدا خواهم نوشت سلام و عرض ادب داریم خدمت یکایک شما بینندگان خوب برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی از جوار بارگاه ملکوتی امیر مؤمنان علی ابن عبی طالب علیه السلام امیدوارم که در هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و صحتمند باشید بنده حقیر و همکارانمان در شهر مقدس نجف اشرف در کنار زریح مبارک حضرت علی ابن عبی طالب علیه السلام نایب زیاره یکایک شما خوبان هستیم انشالله همیشه دعاگوی شما مؤمنین هستیم امید که شما عزیزان نیز حقیر و همکاران را از دای خیرتان فراموش نکنید خدا را شکر که باز هم توفیق داشتیم امشب با یک برنامه دیگر از دریچه شبکه جهانی هادی تیوی در خدمت شما خوبان باشیم با احترام و با افتخار در خدمت کارشناس محترم برنامه با موضوع شرح و تفسیر دعای کومیل جناب استاد جناب حجت الاسلام ولی مسلمین استاد متحری هستیم جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله به برنامه امشب ما خوش آمدید علیکم السلام و رحمت الله منم علی سلام و عدب دارم خدمت شما و بینندگان محترم از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که به همه ما همه مؤمنین و دوستداران خاندان پیغمبر علیه مصلاحت و سلام توفیق بندگی عدب بندگی معرفت بیشتر و رهروی راه آنها را عنایت کند الله و در دنیا و آخرت ما را با آنها قرار بدهد در خدمت شما هست تشکر می‌کنم و از شما جناب استاد که این دعای پربرکت را هدیه کردین برای حقیر و همینطور بینندگان عزیز بینندگان عزیز من یک مسئله رو یادآوری بکنم خدمت شما خوبان که پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی شماره مثبت 964 780 255 413 هست عزیزانی که سوال شرعی دارن یا سوال اعتقادی دارن میتونن که از طریق شماره از طریق شبکه های اجتماعی بپرسن و همینطور کارشناسای ما در اولین وقت انشالله جوابشانه خواهد داد و همینطور افتخار میکنیم که از راهنمایی ها و پیشنهادات شما مؤمنین و اساتید استفاده بکنیم باعث افتخار ماست که در بهبودی برنامه و بهتر شدن برنامه ها از شما خوبان کمک بگیریم و بدون شک شما خوبان مخلصانه ما را کمک خواهید کرد انشاالله بینندگان عزیز در شب گذشته ما به بعضی از فرازهای اشاره شد که متاسفانه وقت یاری نکرد که ما کلی از او مباحث را ختم بکنیم به ادامه همون بحث با اجازه جناب استاد میپردازیم در فرازی رسیدیم که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و ادنو و منک که و مخلصین که جناب استاد در اونجا به بحث شوق و تقریب به خداوند شوق تقریب به خداوند اشاره ای داشتن و لطف کردن از جناب استاد خواهش میکنین در بحث مخلصین که در اینجا اشاره شده توضیحات رو ند عوض اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین امیر مؤمنان صلوات الله علیه در فرازی که شما قرائت کردید خدمت بینندگان محترم و در جلسات قبل تقریبا دو جلسه قبل روی این فرازها توضیحات مختصر ارائه شده آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه می فرماید که خدایا به من قوت روحی و جسمی بده خو على خدمتك جوارحي واشد على العزيمه الجوانحي خب براي چي اينها رو يكون حتى اسرح اليك في ميادين السابقين تا سرعت دار در ميدان مسابقه همراهي كساني كه در حركة حتى اسرح اليك في ميادين السابقين وأسرع اليك في البادرين واشتاق الى قربك في المشتاقين و منك دون المخلصين واخافك مخافه الموقنين و اجتمع فی جوار که مع المؤمنین در واقع در این فراز حضرت امیر سلام الله علیه مراتب را برای سائرین سائرین کسانی که به سوی خدا سیر میکند و سالکین الله بیان میکند حضرت میفرماید که اولین مرحله سلوک به سمت پروردگار عالم همون سبقت گرفتنه حضرت میفرماید که حتی اسرح که فی میادین سابقین سبقت بگیریم که اینا رو ما در جلسات قبل توضیح دادیم این در دنبال کارهای خیر بین مؤمنان باید در حرکت باشیم و سریع اینا نیاز به توضیح بیشتری بیش بیشتر از این شاید نداشته باشه بشارش. یا مجالی نباشه بلدن. بعد مرتبه دوم مرتبه مشتاقان بود که حضرت همین صلوات الله علیه میفرماید که و اشتاق الى قربك که فیلم مشتاقین تا در بین مشتاقان تو منم شوق تقربی به تو رو پیدا کنم من جزء مشتاقان باشم این دومین من دو من مرحله سیر الى الله و کسی که میخواهد به سمت خدا خودش رو بکشانه به تعبیری دیگر بتواند خودش رو از لجنزار غفلت و گناه و معصیت نجات بده و به اون جاهایی که یک مؤمن باید برسه برسه مرحله دوم و مرتبه دوم شوق که اینم خب مقدماتی داره که ظاهرا جلسه قبل مختصرا توضیحاتی داده شد که انسان شوق حرکت بسوی خدا را داشته باشه و اشتاق الی ربک فی بعد حضرت میفرماید که و ادنو و منک دنو المخلصین و به تو نزدیک شوم مثل نزدیک شدگان انسان مخلص بله بعد حضرت می و اخافک مخافت الموقنین و از تو بترسم همانند ترس انسانهایی که به یقین رسیده و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین و در جوار تو با مؤمنان یک جا جمع شوم با آنها محشور شوم من در زمره آنها قرار بگیرم رسیدیم به اینجا که حضرت دعا میکند و ادنو و من که دنو المخلصین خدایا به من توفیقات را عنایت کن قوت روحی و جسمی عنایت کن توفیق خدمت به مسیر مکتب مکتب و مذهب را به من عنایت کن هر چه که صلاح من به تعبیر اینها را به من بده تا اینکه من مثل مخلصین تو نزدیک شم و اد و من که دنو مخلصین ما راجع به اخلاص در جلسات قبلا به مناسبت تکرار این موضوع صحبت های مختصر خدمت بینندگان محترم داشتیم و جایگاه اخلاص را هم مفصلا بیان کردیم که نتیجه اخلاص چیه حالا اشارتا نکات را عرض کنیم اخلاص روح اعمال در حقیقت یعنی اخلاص که اعمال انسان قبول میشه لذا اگر در عملی که انسان انجام میده اخلاص وجود نداشته باشه اون عمل اون اثری که باید داشته باشه نداره و چی بسا در بعض از اعمال اصلا باطل عمل اصلا باطله خاطر همین ما روایت رو قبلا نرس کردیم که یک روایت از امام صادق صلوات الله علیه حضرت میفرماید کل ریا این شر. هر ریای شرک هر ریایی شرک به خداست ریا یعنی این که انسان برای که مردم ببینه یک کار را انجام میده یا مضمون یک روایت دیگر هم عرض کردیم که از امام صادق سلام الله علیه و ظاهرا که حضرت میفرماید فرشتهایی که مأمور بردن اعمال خیلی با خوشحالی تمام عمل را میبرد به سمت پروردگار عالم میگه تا میرسد محضر پروردگار خود خب این تعبیر محضر داره حالا خب. شاید بعضی بگه خدا که یک جایی ننشسته خب حالا اون مقام و جایگاهی که برای اون ملک در نظر گرفته شده تا اعمال عرضه شود و میگین عمل رو عرضه میکند محضر پروردگار عالم خداوند کریم فرماید این عمل رو برگردان این عمل خالصانه برای من انجام نشده من از نیت بندم خبر دارم لعنت من بر او باد عمل برگردان ببینید پس گاهی اصلا عمل باطله ولی خود اخلاص هم مراتبی داره یک مرتبه اخلاص اولین مرتبه اخلاص اینه که انسان عملش را از شوائب و در واقع چشم دیده های دنیوی خالص کنه از شائبه های دنیوی خالص یعنی برای که مردم خوب بگه تحسین بکنه فلان کار حل شوه مثلا دستم پیش فلانی گیره کار انجام بده نه از اینها خالص کنه این مرحله اول اخلاص مرحله دوم اینه که انسان چه قبل از عمل چه در حین عمل و چه بعد از عمل حتی از امور اخری به هم خالص کنه عملش رو این یک مرحله بالاتره این حتی به بهش هم نباشه به نیت ثواب هم نباشه به. فقط برای پروردگار فقط برای پروردگار چون عرض کردیم ظاهرا جلسه قبل عملی که برای خدا انج... برای ثواب انجام میشه خدا همون پاداش میده عملی که برای خدا انجام میشه خدا پاداش میده بلکه ده برابر میده من جایب الحسنات فله عشر انصاله. ده برابر میده اما عملی که برای خدا باشد چون انسان تمام سعی و تلاشش اینه که اون چه دارد به محضر پروردگار عالم تقدیم کنه خدا بالاترین مسلحتشون نه ثواب عمل نه خدا چیزی میده که اصلا با عمل قابل مقایسه نیست یه اون قصه معروفیه که حالا راجب علامه حلی که رحمت الله علیه با حضرت حجی صلوات الله علیه دیدار کردن قصه رو تعریف کردن حالا به هر حال یعنی پادشاهی رفت شکار و راه گم میکنه بعد میره سر یک خیمه ای در میاره در بیابانی تا اینکه در اون خیمه میبینید خانومی ها پسرشه یه همش یک بزغاله یا یک بوزی داشته به هر حال همون برای مهمان سر میباره برای پادشاه میکنه اکرامش میکنه بعد خب این پادشاه هم رو میگه که من اسمم معرفی نمیکنم من پادشاه من اسمم فلان چیه و آدرسم فلانجاست. گذر شما به شهر افتاد سر بزنید به ما خب میگذره خب میره بعد از مدت پسر این خانم میگه میره وارد شهر میشه آدرس سوال میکنه میبینه خب این پادشاه سلطان مملکته خب میره به هر حال اکرامش میکنه تحویلش میگیره به تعبیر دیگر میگه وزرا جمع میکنه این پادشاه که چیکار کنم که احسان این مرد جبران شود یکی میگه خب ایشان رو در حکومت سهیم کنه یکی میگه اینقدر پول بهش بده یکی میگه برایش زمینی بده خانه ی بده الی آخر شلون میگه نه او یا این آقا تمام داراییش یک گوسفند بود یا یک بز بود داره هم حیوانی که داشته آنچه که داشت برای من داد من اگر آنچه دارم بدم تازه مساوی میشه تازه مساوی میشه من میخوام بهتر آه به توصیه پروردگار عالم در قرآن کریم خدا می فرمه خب کسی که تحیتی سلام به شما بهتر جواب بدین و اذا حوییتون به تحییتین فحیو به احسن منها او شما بهتر یا مثل همون حد اقل مگه ما کل پادشاهی ملکم رو بدم تازه مثل او میشه توجه دارید ببینید پروردگار عالم وقتی عمل بنده رو نگاه میکنه اگر برای ثواب باشه ثواب رو میده بالاتر از اون میده ده برابر میده ولی اگر برای خدا باشه عمل قربتا الی الله باشه اون دیگه متفاوته اون اصلا نمیشه با این عمل حساب کرد من این قصه را تکرار کنم شاید در چند جلسه قبلم خدمت بینی نگان محترم تکرار کرده بودم بسیار جالبه و ما از خدا بخواهیم که خدا واقعا روحیه اخلاص رو به ما عنایت کنه هر که هستیم هر که هستیم در هر جایگاهی در هر منصبی در هر موقعیتی از امور زندگی قرار داریم از خدا بخوایم با ما اخلاص بده و الا همه چی کش که به درس و بحث و همش این قصه نکته مهم میداره من قبلا هم عرض کردم دوباره این از بابی که خیلی مهمه و جالبه بله. میگه که در کتابی آنان تندس اخلاص از مرحوم شیخ رجب علی خیات اینو من میگه روز یک پهلوان ظاهرا در تبریز بوده فکر کنم خیلی کشتی کشتگیری قوی بوده پهلوان بوده میمیره یک روزی میره صحرا میبینه یک دختر و پسر جوان اونجا با هم حرف میزنه میگه فهمید این شوهر چون تا گسفندی داره این مرد جوان خیلی تعریف میکرد از خودش که من با خانمش میگفت من چون کشتگیری قوی ام چون قهرمانم حتی فلانی باشه به زمین میزن این اسم همین پهلوان میبود ولی نمیدونست که پهلوان همین آقای میگه من رفتم بهش گفتم که شما بیا با من کشتی بگیر اگر منو زدی اشانه میزنی میگه <مم> خب شروع کردیم کشتی گرفتن میگه یک وقت گرفتم دست اطراف کمرش گرفتم دیدم که نه یک قدرت داره نه بالاخره فوتوفنش بلده این روی پایم بلند کردم که بزنم زمین میگه همونجا یک بار به فکر اون یک صحرای بیابانه یه بنده خود این از خودش پیش خانمش تعریف و, و تمجید کرده به اغیر زمین بدم غرورش میشکنه حالا من زمین بخورم اشکال نداری <applause> کسی هم نیست ببینم گفتم این نباید غرورش بشه من فقط قربت این الله خودم, خودم زیر محکم با پشتم زدم, با زمین. آه. زدم. پوشتم به زمین وقت زدم من تا پشتم به زمین خورد تمام حجاب ها کنار رفت چیزهایی را که خطور نمی کرد به قلبم همه رو دیدم بعد نشون خب میبینه وقتی میگه حواس میشه دیگه خب چیز چی چیزی ما هم که چی دید آلا. بر برمیگرده می فقط سه چهار روز زنده بود ظاهرا کارش فقط گریه اینا بوده پهلوان میگه من چند روز دیگه بیشتر زنده نیستم میبینم همون روزای اخیر میگه اون چوپان صدا کنید چوپان میاره میگه من تو امروز نزدم به خاطر غرورت نشکنه یا به تعبیری در فقط قربتن الله بیا کوشته بگیریم با هم دیگه. یعنی میگیره سه چهار بار به زمین میزنه می چیزی نبودی <applause> ولی خب نگاه کن بعد از چند روز از دنیا میاره مراد اینه میگه من یک بار قربتا فقط یک بار پشتم رو زمین زدم آخ خب به تعبیر هوای بله. نفسم را زمین زدم بله نفس اماره و غرورم را زمین زدم ولی خدا چه کرد چی میکنه خدا ولی زاست که اون روایت معروفه کسی که عبادت خالصش را به سوی خدا عرضه کند من اسعد الى الله خالص عبادته اهبط الله الیه افضل مصلحته الله بهترین مصلحت رو خدا اون مصلحتی که خدا میفرما بهترین مصلحتی که خدا در نظر میگیره بله. اون دیگه با خود عمل مساوی نیست پس دومین مرتبه اخلاص اینه که انسان اعمالش را حتی از بعض توقعات اخروی و نعمت های آخرتی هم چی پاک کنه اون شعر معروفی که تو بندگی چو شرط مزد که بله. خاجه خود رو بشه بنده پروری دارن بله. و سومین مرحله اخلاص اینه که حتی برای تقربی به خدا این کارو نکنه یک نعمت های بهشتیه یا نه تقرب به خداست فرق میکنه حتی برای تقرب و حب به خدا این کارو نکنه فقط برای چی برای خود خدا چون خدا دوست داره اینطوری چون خدا دوست داره فقط برای خود خود نه به نیتی تقرم، نه بنیتی محبت چون خدا اینطوری میخواهد رضا حضرت امین صلوات الله علیه اون جمله معروفه که میفرماید خدایا میگه من خدای عبادت نکردم خدای من تو رو فقط به خاطر ترس از جهنم و بهش در بهشت عبادت نکردم بل وجدت تو که اهلا للعبادت فعبد تو چون تو رو اهلش یافتم نه به خاطر مثلا با این بالاترین مرحله عرفان همینه در بله. لذاست که عبادت بله است. ما در مورد اخلاص حرف ها زیاد داریم که چه آثاری داره چه برکاتی داره و نبودن اخلاص چه آفتیه و چه مشکلاتی را در زندگی معنوی انسان و ظاهری انسان به وجود میاره که شاید مجال بیشتری نباشه در برنامه که ما توضیح بیشتری بدیم سلامت باشین تشکر می از شما جناب استاد بله بینندگان عزیز از خداوند بخوایم خداوندی که بدون شک شایسته پرستش و عبادت هست و تلاش بکنیم و عبادت در حدی که در توان ماست و ما عبادت میکنیم پروردگار این مخلصانه باشه انشالله بدون شک اگر عبادتی مخلصانه باشه رحمات و نعمات پروردگار بدون شک نصیب همه ماها خواهش دید انشالله امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در ادامه این فرازی که توضیح دادن میفرماید و اخافک مخافت المقینین و اجتمعه فی جوارک مع المؤمنین جناب در اینجا بحث یقین مطرح میشه یعنی حضرت امیر مؤمنان میفرماید بترسم از تو مانند ترسیدن یقین کنندگانت اینجا بحث یقین مطرح میشه در مورد این مسئله توضیحات رو اینات فرمید امیر مؤمنان سلام الله علیه در این فراز در واقع در همین چند جمله چند, چند بار دو بار حضرت یک بار بحث خوف مطرح کرده بعد خشیت مطرح کرده بلد. و یقین رو مطرح کرده بلد. و اونم خوف از نوع یقین خوف فرق میکنه بلد. گاهی ترس انسان از یک عالم مجهوله بلد. از چیزی مجهوله گاهی ترس انسان از یک چیز معلوم مادی پیش پا افتاده است بله آیا ترس از آخرت یقین داره راجع به آخرت ولی نمیدانه یعنی پایین ترین مرحله یقینه یقین یا میگه علم اجمالی به تعبیری گاهی اون یقینی که در اینجا حضرت بیان میکند یا تعبیر علما قطع بهش میگه در اصولنا مثل که همه چیز مثل روز روشن براش میبینه در واقع در فرازهای قبل بود که حضرت امیر صلی الله علیه از خدا نعمت یقین را میخواهد بله. یقین یعنی چی؟ یقین این که انسان راجع به چیزی ذره شک و شبهی نداشته باشه و ما در دعای مکارم الاخلاق در تعقیبات نماز صبح ما میخوانیم که امی بزرگوار این نعمت را از خدا میخواهد در تعقیبات نماز صبح میخوانیم اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد علیک صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي خدايا به من نعمت یقین رو عنایت کن که من راجع اموراتی که مربوط ما میشه مربوط به دنیا و ما میشه یقین داشته باشم خصوصا امور اعتقادی یقین داشته باشم جناب استاد من شما از شما عذرخواهی میکنم بسیار یک بحث شیرین هستی بحث یقین که فرمودین شاید خیلی ها در ذهنشان از یقین یک باور دیگه ای دارن یک تعبیر دیگه ای در ذهنشان هست یک معنای دیگری هست که خوب هست که فرصتی و مجالی که پیش آمده انشاءالله جناب استاد ایره بیشتر توضیح بده من شما از خواهی از وقت ما بسیار کم است و یک میان برنامه داریم در ادامه برنامه انشالله این بحث شیرین رو با جناب استاد هستیم شما عزیزان هم باشین انشالله تا دقایق بسیار کم بعد انشالله خدمت شما عزیزان مرسیم یک میان برنامه داریم الله, حب... الله حب... اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته وكل خطيئه اخطاته شغت بشوارب اللهم اني اتقرب اليك بذكره واستشفع بك أسألك يا عبد أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك ببين شجولي مدام خدا اللهم إني اسالك سؤال خاضع متذلل خاشي ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا الله واسألك سؤال من اشتدت فوقه وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم في ما عندك رغبته اللهم عظم على مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومك بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عجل فرج مولانا صاحب العصر و الزمان الحمدلله که باز هم توفیق داریم با ادامه برنامه به وقت بیداری از شهر مقدس نجف اشرف جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و از دریچه شبکه جهانی هادی تیوی در خدمت شما بینندگان مخلص و مؤمن باشیم خدا را سپاس گذاریم و همیشه شکر گذاریم که این توفیق را داریم که ناوزیاره شما خوبان و مؤمنین هستیم در شهر مقدس نجف اشرف بینندگان عزیز ما باز هم یک یادآوری میکنم که پول ارتباطی برنامه به وقت بیداری از شبکه جهانی هادی تیوی شماره مثبت 964 780 255 413 هست انشالله عزیزان اگر سوالاتی دارن میتونن سوالاتشان را مطرح بکنن و کارشناسان برنامه انشاءالله که در اسرع وقت جوابشان خواهد داد و همینطور بزرگوارانی که صاحب نظر هستند در این امور میتونن نظراتشان و پیشنهاداتشان بگن ما افتخار میکنیم که انشاءالله استفاده بکنیم از نظرات نیک شما بینندگان بینهایت خوب و همینطور یک یادآوری دیگر ما در قسمت برنامه شهر و تفسیر دعای کمیل که از شهر نجف اشرف در این مدت در خدمت شما بودیم یادآوری بکنم که بینندگان عزیز اگر میل داشتن که قسمت های اول برنامه را ببینن انشاالله میتونن از طریق شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک مثل یوتیوب و آپارات میتونن که سرچ بکنن انشالله که قسمت های اول رو هم میتونن در اونجا بیننده باشن و همینطور قسمت به قسمت میتونن تا پایان برنامه شهر و تفسیر دعای کومل رو انشاءالله بیننده باشین خوشحال میشیم که بتونیم در این قسمت با شما عزیزان همراه باشیم جناب استاد بریم سراغ ادامه بحث ما بحث یقین مطرح شد که و جنابتان توضیحات رو اینت فرمودین و همین بحثان ادامه بدین ممنون میشیم از بسم الله الرحمن الرحیم در رابطه با یقین عرض کردیم که این کنسان راجع به یک یک چیزی هیچ گونه شک و شبههی نداشته باشه امبه. و از نعمتهای بزرگ است که ما در دعاهای از ائمه معسومین علیهم والسلام میخوانیم که آنها از خداوند میخواستند و دعا میکردند خدای به ما نعمت یقین عنایت کن در تعقیب نماز صبح و همچنین در دعای مکارم الاخلاق از امام سجاد صلوات الله علیه حضرت میفرماید که وجع الیقین افضل الیقین یقین ما را بهترین یقین قرار بده پس از همین که حضرت میفرماید بهترین یقین قرار بده مراحل یقین فهمیده میشه یک عده یقین داره یقینشون تو با جهله. از محتوای اون متیقن یا اون چیزی که به او یقین داره چیزی نمیدانه توجه دارید اما یک بار یقین یقین عالمانه است بالاترین درجه یقینه که به نحو حق الیقین یق... ال تعبیر داردش چون مراحل برای یقین ذکر شده یک علم و الیقین عین و الیقین حق و حق الیقین علم و الیقین مثلا اینه که انسان میبینه از جای دود بلند علم پیدا میکنه که حتما آتشی اونجا بلی. یقین داره آتش گاه عین و الیقین درسته؟ یعنی میره خود آتش رو میبینه گاهی حق و میبینه دستش رو به آتش بزنه دستش میسوزه حرارت احساس اینا یقینه اما گاهی طرف یقین داره ولی اصلا یقینش اشتباه است جهله اشتباه یقین پیدا کرده نظام اون که مهمه مهمترین مرحله یقین یقینی که حضرت امیر میخواهد یقینی که آقا حضرت امام سجاد صلوات الله علیه طلب میکنه یقینی که با علم باشد و مطابق واقع باشه توجه دارین حالا چیکار کنیم که به این یقین برسیم باید بریم سراغ قرآن خداوند کریم در قرآن میفرماید راه رسیدن به یقین عبادت و عبد ربک حتى یاتیک الیقین خداوند کریم در قرآن میفرماید خدایت رو پرستش کن عبادت کن تا به یقین برسی یعنی يعني گاه انسان به تعبیر دیگر بهترین وسیله رو خدا عبادت قرار داده با عبادت همه عبادت به معنای خاص همین نماز و روزه و اینها هم عبادت به معنای عام هر چیزی که خدا دوست داره این تو در مسیر بندگی خدا گام بردار برای رضای خدا گام بردار آنچه که خدا دوست دارد تو آن را در نسبت به امور دیگر زندگیت مقدم بدار نسبت به هوای نفست نسبت به خواهش های نفسانیت مقدم بدار خدا به تو نعمت یقین عنایت میکند یعنی یقین علکی به وجود نمیآید یقین تنها با نیست مقدماتی داره که خداوند کریم راه رسیدن و مقدمه یقین را عبادت بیان می کند و عبد ربک پروردگارت را عبادت کن حتی یعطی یک یقین تا وقتی به یقین برسی یعنی وقتی کم کم عبادت می به بعض از مراحل میرسه از جهل و اوهام کم کم نجات پیدا می تا میره بالا میره بالا میره با تا بالاترین مرحله یقین دست پیدا میکنیم اون قصه گوهرشاد معروفه که اون کاری اصلا با بالاخره عشق معنوی یا با نعمت یقین اصلا آشنا نبوده طوری که باید میبود حالا بینندگان محترم میدانه دیگه وقتی خب گو وقتی شلون عشق گو هر دلش بدلش می نشینه و مریض میشه تا اینکه گو هر به هر حال خبر میشه قصه رو مفصل نشه خیلی هم دوستان میدانن خب میگه بر بشر این مدت مشخص شده 40 روز بوده بیشتر بوده عبادت خالصانه فقط برای خود عبادت کن بعد ما حاضرم با شما ازدواج کنیم حالا خب ایشون کم کم خوشو عبادت خالصانه اون تعهدی که داده بود که عبادت درست باشه به تعبیر دیگر اون کم کم حلاوت عبادت به قلبش می تا جایی که وقتی 40 روز میشه یا بیش اون موعدی که فرار پیش میگه من به ازدواج نیاز ندارم به عشق واقعی رسیده. بله یا راجع به قصه یوسف و زلیخا بله که بهترین قصه رو خدا در قرآن میفرماید قصه یوسف و زلیخا است زلیخا اول غرق در خواهش های نفسانیه اما بعد وقتی که منتبه میشه متوجه میشه حالتی تنبه پیدا میکنه بیداری دیگه تو بیتوجه میشه به یوسف از اینجا. غرق در عبادت پروردگار عالم لذا خداوند کریم میفرماید راه رسیدنی به نعمت یقین عبادت لذا کسی قصه عرض کردم ظاهرا در جلسات قبل خبر دادن به یک جوانی به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله که یک جوانی نحیف و لاغریه یا رسول الله ایشان میفرماید که ما به یقین رسیدیم فرمود که جوان هر چیزی نشانه ای داره نشانه یقینی تو چیست فرمود یا رسول الله صحرای قیامت با چشمم داره میبینم اینو انگار مجسمه این توازه مم. داره دارم میبینم بهشته ها غرق در نعمت, نعمت های پروردیار عالم و رزوان پروردیار عالم و که انه پیش چشم هم دارم میبینم که جهنم چه عذاب سختیه و خیلی ها مجازات میشه حضرت فرمود که راست گفتی تو به یقین رسیدی و این ویژگی را حضرت امیر در نهج البلاغه در خطبه 191 بله. در باره متقین بیان میکند که متقین هم یر الجنت و نعیم ها شبیه این تعبیر که میبینه کسانی که در بهشت و نعمت های بهشت داره که متنعیمن آنها و جهنم رو هم میبینه به اون وضعیتی که قرآن تعریف داره و تعریف داره لذا نعمت یقین راه رسیدنش اینه که انسان از چی شروع کنه از همین پایین مرحله پاک کنه خالص اعمال برای خدا کم کم برای خدا گام برداره تا اینکه دیگه اگر کل عالمم کل عالمم دست به دست هم دیگه بده که شبهه ای در قلبش ایجاد کنه ایجاد کنن راجع به قبر و قیامت و اعتقادات و اینها چیزی نمیتونه از اعتقاداتش کم کنه و اگر ما امروز میبینیم این دقت کنیم امروز در عالمی که زندگی میکنیم در دنیایی و در عصری که زندگی میکنیم هستند خیلی ها شبهه وارد میکنه غیر مسلمان ها هست حجمه های بزرگ تبلیغاتی و غیره برای منحرف کردن جوان های ما به وجود آمدن و به وجود آوردن تلاش دارن که اعتقاد و یک عدم متاسفانه منحرف شدن یک عدم متاسفانه تردید و شک در دلشان ایجاد شدن خداوند کریم میفرماید اگر میخواهید به یقین برسید استوار بمانید یعنی هیچ گونه تبلیغات سوء و هیچ گونه در واقع شبهات تشکیک بله باعث تزلزل در ایمانتان نشوه رخنه ای در ایمانیتان ایجاد نکنه و عبد ربک این قاعده رو خدا بیان میکنه خدای تو عبادت کن نماز بخون و استعینو به و سرات از نماز و صبر کمک بگیر زود قضاوت نکن سوال داشته برو از اهلش بپرس یکی از مشکلات امروز اینه که متاسفانه خیلی شبهات دارن ولی شبهات رو عرضه نمیکنه بر اهلش که بره از او بپرسه و یاد بگیره و جوابش رو بگیره در ذهن خودش حلاجی میکنه اون ذهنی که خالیه و هیچ معلومات راجع به اون موضوع نداره و راجع به ارزشهایی های دینی و مسائل دینی موضع گیری میکنه بعض اساتید دانشگاه و بعض دانشگاه نه کار هر کس نیست هر کس در همون جهتی که خبره است تخصص داره باید به با اون مراجعه کنه همونطوری که مریض شدیم ما سراغ یک مهندس و انجینیر نمیریم بریم سراغ دکتر اگر شبهات برای ما پیش میاد در مسائل نباید قضاوت کنیم اسلام جواب داره علما ما جواب داره در هیچ بعد از ابعاد امور معنی و اعتقادی هنوز مذهب ما دین ما در نمانده علما ما در نمانده برای همش جواب داره سختترین شبهات هم جواب دادن و برای رسیدن به یقین نباید زود قضاوت کرد یک خدا میفرما عبادت کنید این باشه از اون طرف هم که راه ظاهری که هم وجود داره که راه عقلانی که هر عقلی هم حکم میکنه که باید بریم به اهلش مراجعه کنیم تا خصوصا راجع به امور عقائدی ما راجع به وجود حضرت حجه صلوات الله علیه راجع به قبر و قیامت اینا که امروز شبهات مطرح کردن به یقین برسیم مبادا دزدان ایمان ما را بدزدند و ان که خداوند به آبروی اهل بیت و به آبروی حضرت امیر صلوات الله علیه که حضرت میفرماید خدایا کمکم کن که مثل یقین کنندگان کسانی که کن موقنین یقین داره از تو بترسم وقتی انسان یقین پیدا کرد خدا را شناخت از عدل خدا میترسه از جهنم خدا میترسه از عذاب خدا میترسه لذا اونجاست که دست از بسیاری از رضائل برمیدارن به تعبیر دیگر شاید طولانی شد تعبیرم مرز کنم بهترین مهار بهترین مهار اینکه انسان بتونه نفسش رو مهار کنه از گناه و معصیت دست برده یقینه که این نعمت هم نیاز به مقدماتی داره که عرض کرد انشالله سلامت بشین تشکر میکنم از شما جناب استاد بله بینندگان عزیز باید همیشه دعا بکنیم و از خداوند بخوایم که این نور با یقین رو در قلوب همه ماها روشن بکنه انشالله که او زمان است که شاید از خیلی دقدقه های بی ارزش دست بکشیم و سرمان گرم باشه به همون زندگی و حواسمان باشه به سمت عبادت و بندگی پروردگار عالم که در اینجا باز هم از خداوند توفیق اخلاص رو انشالله بخوایم از خداوند تشکری میکنیم از شما جناب اگر اجازه بدین جناب استاد بپردازیم به ادامه همین فراز که بسیار جملات گوهربار و پرمعنای را حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرماید میفرماید در ادامه و با اهل ایمان در جوار رحمتت هم نشین باشم یعنی حضرتش در قیامت یا در دنیا همنشینی با اهل ایمان رو میخواد مؤمنین رو میخواد در مورد این فراز توضیحات بده در اینجا امیر مؤمنین سلام الله علیه بالاترین مرحله سالک را مطرح میکنه یا عارف را مطرح میکنه که عرفان بالاترین مرحلهش عبودیته به تعبیر دیگر مؤمنین مخلصین و عرفا علما اگر تلاش دارن زحمت میکشن برای همه که به مقام عبودیت دست پیدا کنن مقام عبودیت مقام بالایی است ولی زاست که ما در تشهد نماز می نماز میخوایم اول به عبودیت پیغمبر عبد بودن پیغمبر شهادت میدیم و این تاج افتخار را برای حضرت ما ذکر میکنیم خدا گفته اینطوری نماز بخونید بعد رسالتش را مسئله عبودیت مقام عبودیت مقام بس بالایی است ولی زاست حضرت امیر سلام الله علیه اینجا به عنوان آخرین مرحله سیر بسوی خدا بیان میکند حضرت میفرماید که خدایا اون از اون فراز اول که قوی علا خدمت که جواره تا اینکه میفرماید و اجتمع فی جواره که مع المؤمنین خدایا توفیقم بده کمکم کن قوت روحی و جسمی به من بده توفیق خدمت بده توفیق مبادرت به کارهای خیر بده تا اینکه در جوار رحمتت با مؤمنین یک جا جمع شوم محشور شوم با آنها و در رابطه با سید شهدا صلوات الله علیه که آیه ای در روز عاشورا نازل همین خداوند کریم می که در قرآن کریم ظاهرا آخر آیه سوره مبارکه فجره والفجر والعيال العشر خداوند کریم میفرماید اعوذ الله من شیطان رجیم یا ایتها النفس المطمئنه نفس مطمئنه اون بالاتر نفس نفس مطمئنه نفس انبیاست نفس ائمه معصومینه چون نفس قسم نفس لوامه داریم اما را داریم مطمئن نداریم نفس مطمئنه اونی که دیگه ذره تردید و شک و گناه و غفرت و خطا درش راه نداره خداوند کریم میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجع الى ربك برگرد به سوی پروردگارت اونم با چی حالت راضیت مرضیه که تو از خدا راضی یا خدا از توی نفس راضی است توی صاحب نفس است بعد چی ارجع الى ربك راضیت مرضیه فدخلی فی عبادی یعنی بندگان من نزد منه ارجع الى ربك بسوی پروردگارت بیا برگرد فدخلی فی عباده در زمره بندگانم داخل شو این خطاب امام حسین در روز عاشورا میگه وقتی حضرت قبض روح می کردن فدخلی فی عباده ودخل جنتی که بهشت برای بندگانم هست و بندگانم در بهشت منه اون جایگاه بسیار بالا لذا مقام عبودیت مقام بالایی است بسیار بالا عبد چیه حد یعنی این که سرسپردگی محض چشم گفتن محض که ذره تخلف نکنه و در دلش هم تخلف راه نده فکر تخلف هم نکنه بله اصلا فکر تخلف گناه خطور نکنه به ذهنش این عبد محضه لذا این میشه مال معصومین مال انبیا لذا حضرت میفرماید که و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اما ما یک سری روایاتی داریم که به انجام دادنی بعض از اعمال انسان رو به همون درجات میرسانه این هم درجه پیغمبر یعنی خدا دستش رو میگیره خدا کمکش میکنه بالا میبره او رو با پیغمبر محشور میشه با امیر المؤمن محشور میشه با امام حسین محشور میشه و ما روایت متعددی در این مورد داریم حالا نه که به مقام آنها میرسه مقام یک چیزه بله. آه مقام. در اون درجه ای که آنها محشوره حالا دست این مؤمن تفضلن میگیره دفت. مثل مثلا شما چطور به این مثال یک, یک فرق یک مرجع تقلید محترم دعوت کنه یک نفر از صاحب خود میاره کنارش همون احترام کور میکنه اون پذیر اون پذیرایی برای هم آماده میکنه مراد اینه یه اشتباه نگیریم که ما یک مؤمن مرس... مثل پیغمبر به اون مقام میرسه مثل امیر مؤمنون نه اینا اونا نسبت به ما بی رضاست که پس ما هم دعا کنیم که خدا ما رو جزء بندگان خودش خطاب کنه و جزء بندگان خودش قرار تشکر می از شما جناب در ادامه چون ممکنه که وقت ما کم باشه جناب استاد یک فرازی دیگه ای هم از دعای کمیل رو بخونیم ان و در خدمت شما هستیم میفرماید حضرتش اللهم و من ارادنی بسوی فارده و من کادنی فکده و جعلنی من احسن عبید که نصیبا عندك و, اقر... و اقربهم منزله منک در مورد این فراز ها هم توضیحات رو جناب استاد لطف کنید حضرت امیر صلوات الله علیه در اینجا دعا میکنه اللهم و من ارادنی به سوء فارده خدا هر که بدی مرا رو میخواد تو هم بدیش بخواه و اون که برای من به تعبیر چی میگن تعبیر مرد کید مکر کید و مکر در حق من میخواد من نابود کنه مرا. همین کید خود در حق کید و... خودش رو مکر خودش رو به خودش برگردم لذا اینجا مراد از این کید چیه؟ کید مراتبی داره مراتبی کید کید که پروردگار عالم در واقع یکی این که انسان رو به خودش وا میگذاره این که اگر انسان گناه کنه معصیت کنه قابلیت پذیریش رحمت پروردگار عالم لطف پروردگار عالم رو از دست میده و به خود حال خودش وا میگذاره و آیات متعدد قرآن هم هست خداوند کریم به مضمون این آیات اینه که خداوند کریم میفرماید ما اینا رو فرصت دادیم نه اینکه اینها رو به آخر اینا دوستشان داریم یا تحویلشان گرفتیم ما اینا رو فرصت دادیم تا عذابشان بیشتر شود تا بیشتر معصیت کنه بیشتر گناه کنه بعد آیات متعدده بعد به حسابشان میرسیم بعد جایگاهشون جهنم آره مضمونش این یک مرحله که چه میشه مثلا خدا ذکرش و من اعرض عن ذکر فان له معيشه ذنك فقر میاره برایشون یا با شیطان قرین میکنه این یک مرحله فقر چون وقتی انسان از رحمت خدا دور شد نمیتونه از شیطان جدا شود این دو تا خط بیشتر نیست یا با خدا یا با شیطان این چون حالا مجال نیست شاید توضیح درست در و کامل ارائه نشه حالا اشاره اشاره شاید بتونیم در جلسه بعد تکمیل کنیم و دومین مرحله کیدینه یا دومین مرحله کید اینه که خدا نعمت رو بیشتر میکنه با ما به انسان گناهکار هی نعمت به نام قاعده استدراج لذاست که آیه در خداوند کریم میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقتی کسی آیات ما رو تکذیب کنه ها میگه اون رو در سنستدرجهم در جایی میندازه متوجه نمیشه یعنی هی نعمت هم رو بر او بیشتر میکنیم او خیال میکنه که خدا ما رو عذاب نمیکنه بعد امام صادق علیه السلام روایت از حضرت نقل شده حضرت میفرماید خداوند اگر خیر بنده را بخواهد اگر بنده گناه کرد خداوند او را به بلا مبتلا میکنه تا توبه و استغفار کنه و پاک شوه اگر خدا بدی بنده اش را خواست و اگر بنده گناه کرد خدا نعمتش را بر او بیشتر میکنه تا گناهش را و استغفار را فراموش کنه و بیشتر گناه کنه و نتیجهش میشه چی جهنم این کیدی که حضرت امیر الله علیه میفرماید تو نیست که فلانی باشم شیر بزن بکش مثلا نفسش در جا بگر لازم مکر خدا و خیلی خود نسبت به انسان ها فرق میکنه نست. گاه انسان طوری و غافل نماز نمیخونه طرف روزه نمیگیره مثلا هزار فسق و فجور انجام میده اما نعمت خانه اون چونانی زندگی اون خیال میکنه که نه بابا خدا در عذابش میکنه خیلی ها. مردم برشون سوال میشه میگم یادم خب مثلا نماز نمیخونه یادم اون رقمی که مردم مسجد میره بندگی میکنه شاید نمیکنه اما باز هم این همه نعمت داره بیشتر فشار میده به. بیشتر اینا رو چی؟ دور از جان مؤمنین بله که بله کید ك... اه... خدا و مکر خدا ما نمیدانیم بله ولی تو از خدا بخوایم و به خود خدا پناه ببریم که ما رو به خودمان وا نگذاره بله. ان شاء الله ظاهرا مجالی نمونده کنم توضیحات خواهیم بیشتری بعدا یک شما. بحث بسیار شیرین است و بحثی هست که باید کامل توضیح داده شود بحث مکر خداوند و مراتبی آن یک بحثی است که شاید از عنوانش یک تعبیرات دیگه یا یک برداشت های دیگه شوه این رو باید ان در جلسه آینده از جناب استاد خواهش می که ان باز توضیحش کامل بکنه این شب دیگه وقت نداریم متاسفانه مجبور استیم که از حضور شما مؤمنین خداحافظی بکنیم ان از خداوند بخوایم همیشه که ما را لحظه ای به حال خود ما وا ان و الا که همه ما همه افعال نیکی که اگر انجام دادیم شو از ضرب در صفر شده و اون موقع است که فقط خدا به ما برسه بینندگان عزیز خدا رو شکر که باز هم توفیق داشتیم در خدمت شما خوبان بودیم شما رو به خداوند یکتا می سپاریم برنامه به وقتی بیداری همینجا به پایان میرسه امشب انشالله تا یک برنامه دیگر شما رو به خداوند یکتا می سپاریم خداوندی ها رو مددگار شما باشه <applause>